در این بخش برنامه دو عزیز با ما هستند در برنامه یکی آقای وحید ازغری سکرتر جنرال و رئیس فدر... سابق فدراسیون سنوکر و حالا محبوب شاه دارابی رئیس فدراسیون سنوکر که رئیس فیلی فدراسیون سنوکر هستند با ما در برنامه هستند یک بحث در مورد ورزش سنوکر می داشته باشیم خوش آمدید به برنامه آقایان دارابی و آقای ازغری بسم الله الرحمن الرحیم در قدم نخود سلام عرض ادب دارم سعیم عزیز خدمت خدایت خدمت تمام همکاران عزیزت و تمام بینده های عزیز تلویزیون و طلو امید که یک صبح خوب و خوش آغاز کرده سلام باشین آقای از خوش آمده زنده باشین تشکر ما هم سلام خدمت شما و خدمت بینده های عزیز تقدیم میکنم و امید بارستم که یک روز خوب و خوش و با سعادت را آغاز کرده باشم سلامت باشین آقای دارابی عمل ریاست فدراسیون سنوکر را کم تشریح که در این قدر وقتی که شما بودین چی تغییرات آمد چی مسابقه های برگزار شد کجاها توجه شد بازی که در خارج بازی میکنند بازی که در ولایت هستند که لپا در مجموع صحبت های شما بله اصلا عزیز بعد از اینکه ما در رس ریاست قرار گرفتم و بعد از پیروزی در انتخابات دیگه ما واقعا فعالیت های زیادی داشتیم و چهار سفر رسمی که داشتیم دو سفر جام آسیایی بود و دو سفر جام جهانی که واقعا در قسمت کمک و همکاری همه جانبه رئیس عمومی تربیت بدنی و اعضای رهبری را, را داشتیم و تانستیم در مسابقات اولی که در جام آسیایی بود در کشور ایران مقام پنجم از آن را خود کنیم بعد از او با تقیب از او مسابقات جام آسیایی بود در کشور قطر که تانستیم لقب بهترین بازیکن آسیا را از آن را خود کنیم و بتانیم به مرحله 24 بهترین که بازیکنهای برتر آسیا بود او اشتراک کنیم و حضور پیدا کنیم و بتانی عضویت او را پیدا کنیم که او با سه کاتگوری یا سه بخش بود که بخش اولش در کشور قطر بود بخش دومش در کشور چین و بخش سومش که فعلا در کشور اندوستان است که انشالله با خیر او مسابقات اشتراک میکنیم و سفر دیگه که با کشور میانمار داشتیم جام جهانی بود که تانستیم لقب نایب قهرمان و جهان از آن خود کنیم مدال نقره توسط سال محمد محمدی که واقعا یک دستاورد بسیار بزرگ است و با مسابقات آخری که بود جام جهانی که دو کاتگوری داشت دو استیج آسیایی داشت دو استیج داشت که استیج اول قسمی بود دو نفری که اشتراک کننده بود دو نفر از بین از اینا میتونست به مرحله بعدی صعود کنه که در اون مرحله 32 بهترین برتر بازیکنای برتر دنیا بود که خوشبختانه دو میلی پوش دو قهرمان ما دو استوره ما سالی محمد محمدی و رئیس خان سانزای توانستن از بین سی دو نفر دو نفری که فایده ندیس شو و دو بازیکن میلی پوش ما باشه که واقعا هم یک افتخار بزرگ است که ما توانستیم با مرحله بهترین ها سود کنیم. دیگر دستاوردهای های زیاد داشتیم در پهلوی از اینا مسابقات منتخبی کابل شهر کابل را اندازی کردیم که واقعا با شور و شوق بسیار زیادی از جوانان و ورزشکاران سنوکر روبرو شدیم تانستیم استعدادهای نوجوان جوانان بتونیم ببینیم و اونا را بر روی صحنه بیاریم امرایشان همکار باشیم و در سفرهایی که داشتیم سمیم عزیز تا اتا... در حیرات هم داشتیم یک بله یک بخاطر فاینل مسابقات جا و مسابقات جام منتخب ولایت حیرات رفتیم که واقعا تشکری خاص دارم از شاروال محترم ولایت حیرات از جناب امیر صاحب امیر اسماعیل خان که واقعا مرتشید کرد شهردار کرم. سابق دیگر بله شهردار سابق که واقعا ما را تشویق کردن حمایت کردن و ما روحیه بخشیدن و ما در سفرهایی که بیرون از کشور داشتیم سمیم عزیز با بازیکنهایی که مثلا در تیم ملی آلمان بازی میکنه فعلا بر حال در بخش سنوکر و یک نوجوان ما که در کشور ایران است که مهاجر است که تانسته به کشور ایران چندین مدال طلا را در سن مثلا 16 ساله بسیار یعنی استعداد بالا برخوردار است توانستیم امروزشون مشوره داشته باشیم امروز رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی موضوعات و شریک ساختیم همکاری خود از ما اعلان کردن انشالله در موقع مناسب حتما ما دعوتشون میکنیم تا بتانن به پرچم خود مسابقه کنن و یک دستاورد خوب به کشور با مردم خود داشته باشن خیلی خوب و آقای ازغری صحبت میکنن نظر شما در مورد صحبت های آقای دارابی چیست؟ چقدر موفق بود فدراسیون سنوکر در این سالهای اخیر و و به ویژه وقتی که آقای دارابی برست شما خب از اینکه مدت تقریبا یک سال شد که از برگزاری انتخابات این ریاست سپری شد عمل کرد اولمپیک و دربیت بدینی رو چیگونه میرین و عمل کرد آقای حفیظلا ولی خب ما میاییم سرمی مثلا ما میم خب در امان زمانی که ما در آستانه برگزاری انتخابات قرار داشتیم و نظر و بنده هم که کاندید ریاست این فدراسیون بودم و نظر به بعضی از مشکلات و معضلاتی که در فضای قبل از برگزاری انتخابات ایجاد شد بنده ترجیح دادم تا از کاندیداتوری خود صرف نظر بکنم و بنابر خواهش دوستا و جلسه بورد مشورتی امو وقت و اعضای فدراسیون ما خواستیم که برادر ما در رسی فدراسیون قرار بگیره و ای کاش این کار را نمی کردیم به خاطری که در زمان واقعا ما تا بار دست که واقعا کار صورت گرفته باشه و کار دری فدراسیون شده باشه صورت نگرفته خب هر ترتیبی که بود بالاخره اما اینا تشریح کردن آقای خب اونا خود خب تشریح میکنن بالاخره به هر ترتیبی که بود یا نظر به ضرورت ایام و یا هر مسئله دیگه که بود ایشون در ای فدراسیون قرار گرفتن خب در همین مدت یک سال در همین مدت یک که سپری شد ما هیچ نما مداخلی در امورات فدراسیون ما نداشتیم برای اما به صورت غیر مستقیم در جریانات و حوالات این فدراسیون بودیم واقف بودیم و تعقیب میکردیم در همین مدت دیده شد که کوچکترین حرکت مثبت که در راستای پیشرفت و ترقی در فدراسیون باشه صورت نگرفته برای علاوه که صورت نگرفته روز به روز این فدراسیون در پرتگاه سقوط نزدیک و نزدیکتر شده میره و مسئله دیگه که واقعا با ما امو تعاملش مشکل بود این بود که برادر ما یک مقدار پول راست را از کلب های سنوکر و بلیارد کشور جمع کرده به نام فیس و به نام جواز و بدون از اینکه ریاست عمومی تربیت بدنی در جریان باشه بدون از اینکه حساب بانکی به نام فدراسیون باز میشد تا این پول ها در حساب بانکی فدراسیون وارد میشد تا در مواقع ضرورت از این استفاده صورت می بلکه پول ها را خود سرانه جمع کرده و به مصارف شخصی خودش به مصرف رسانیده چون چه در این رابطه یک جلسه هم دایر شد که در این جلسه مسئول اجرایه فدراسیون رئیس بورد سکردار جنرال مدیر اداری و مالی و چند تن از بازیکن ها در اینجا تشریف داشته در جلسه بودن که من به صورت تصادفی در این جلسه حضور پیدا کردم و با هم حسابدی هایی که برادر ما در جلسه دادن نتونستن که قناعت اعضای جلسه را فراهم بکنن بنان اونا مصمم بری شدن تا چهار نفر حیات را تعیین بکنن تا این مسئله بررسی بکنن و بعد از بررسی ها اونا خب. دیده شد ادامه صحبت های شما را آقای وید احمدی وحید بس از وقفه میبینیم موضوع پول گرفتن از کلاب ها به گفته آقای ازغری از توسط ریاست فدراسیون سنوکر بدون اینکه یعنی المپیک و تربیت بدنی در جریان باشه موضوع جالب و مهمی است که آقای وحید ازغری اشاره کردن حالا نظر آقای درابی چی است که اگر من به یک تمام شود چطور قبل فقط خبر در حالت پول گرفتن خبرن از کلاب ها... من گپ ما تمام شود خب بفرمایید مساله بررسی شد و دیده شد که واقعا ها در رفته و ایف ایمیل شده خب بعد از امین عوامل عوامل بود و فاکتورهایی بود که دوباره پای ما را به این فدراسیون کشانی تا ما دوباره بر مسائل این فدراسیون مستقیما مداخله داشته باشیم و به صورت اپوزیسیون اپوزیسیونی که اونها در از نکات مثبت اگر صورت بگیره اگر صورت بگیره ما به خاطر از اگر بگم که چون متعاقب نیستم که صورت بگیره خب باز اگر صورت بگیر استقبال میکنیم و در صورتی که تختی صورت بگیره در فدراسیون و هر کسی که باشه چون بر حاله ملی هست ما بر مقابلش اقدام میکنیم و بعد و همچنین بعد از این ما برای کلاب های شهر کابل هم توصیه مهمی است که هر کسی از آدرس فدراسیون نزدش شما تشریف تا به خاطر پول جمع کردن پول به نام فیس و به نام شما یک افغانی به هیچ کسی و به هیچ عنوان به کسی نتین نظر شما چی است آقای در رابطه با موضوع پول خب یک موضوع از صمیم عزیز همیشه انسان باید خون سرد باشه انتقاد پذیر باشه اگر ما کدام مثلا کدام خطایی کرده باشیم 100 درصد ما انتقاد خودم میپذیریم مثلا بالا... کسی بالای ما آفتابی که چند برابر کره زمین است نمیتونیم با دو انگشت ما پنهان بسازیم حقیقتی که آشکار و هویدا است ما نمیتونیم از دید مردم از دید کسانی که حالا ما تمام حرفا هایی که گفتم اصلا خارج از تمام مسائل از غلی صاحب نکته اشاره به حرفهایی کردن که اصلا بی و به است حتی یک فیصد هم حقیقت نداره و این عرفهایی که میزنه خب یک موضوع از صمیم عزیز اشاره کنم برات که اگر ما هایی که داشتیم با تمام رسانه ها با تمامشان همکاری داشتیم شریک ساختیم دستاورد هایی که داشتیم و کلاب و از ازغری صاحب میگه که هیچ کلاب تو عامل لحظه خلاف قانون صحبت میکنی ما به خاطر ازی که با آیت رهبری المپیک و با جناب دکتر صاحب فیضلا ولی رحمی رئیس عمومی تربیت بدنی و کمیته المپیک مشوره که داشتیم بعد از او با تعقیب از او کلاب ها را پول کردیم و پول هایی که جمعواری کردیم حتی من حاضر هستم با امی معاون مالی و داری ریاست فدراسیون که هست به سر میز شما در مقابل رسانه ها اگر کدام افغانی ما تخطی کرده باشم یا ما بجه گرفته باشم حاضر هستم یک بر هزار ما دوباره جبران یا خساره را بپردازم در صورت از این که ادعا خوب طبعا وقتی که یک ریاست رو به ترقی میشه پیشرفت میکنه یا طبعا انسانی که میخوای استعداد خدا برملا کنه استعداد خدا و ایدا بسازه طبعا با موانع های پیشروی که در مقابلش قرار میگیره باید مقابله کنه حالا ما نمیخوایم تسلیم شویم. یا مثلا در مقابل از زانو بزنیم درست <تصفح> است که انتقاد میکنه از کارکرداتون گفتن آقای دارابی این مسابقاتی که جهانی گفتین واقعا جهانی بود بله بله فدراسیون جهانی است به نام آی بی خود از غری صاحب شاهد است ما در کاتگوری مستر نایب قهرمان جهان توسط سالی محمد محمدی شدیم گوزویا تو نو پروفشناله که بازی میکنن و همین کی بازی میبینه که یک شورت شارت میکنن تمام تخته رو جمع میکنن اونا کجا بود دیگه همین کسی که همراه قهرمان میلی پوش ما بازی کرد در فینال سال محمد محمدی که همراهش بازی کرد در این مورگن از کشور ولز این رونی, رونی رونی که نابغه دنیا است یعنی ورزشکاری هست که او یک نابغه است که خلاصه همه گی دنیا بشناسند حتی او را چندین بار برده همین در مورگانی که امرای سال محمد و محمدی بنابری اونا شاید در جوایزی که مثلا پایین تر باشه اشتراک نمیکنن اگر اما میتونند به این مسابقاتی ای که ما میریم مسابقات جهانی اشتراک کنند مشکل نیست خب اینا به اثر از اینکه جوایزش مثلا کم است نمیتونن اشتراک کنن یا دلایل مختلف دیگه اما این بازیکنایی که من تمامشون امروز کسایی که خودت میگی رقابت کردن شکست دادن شکست خوردن اینا بازیکن های بسیار قوی دنیا است. و نظر شما آقای از غری رقابت ها واقعا جهانی بود و دیگه ای که فدراسیون سنوکر چرا نتونست تا حال چهره های برتر دیگر را به تیم منتخ... منتخب تیم ملی بیاره به جز از دو سه نفر انگشت شماری که در هر سفر هستند اقای سالی محمد محمدی آقای بریس خان سنزاید دیگه بازیکنهای خوب ما داریم در سنوکر اونا چرا روش نمیکنن؟ خب بررسی مسابقه مسابقات جهانی بودیم مسابقات همه هر سال در سه کاتگوری دایر میشه که گروه ماسترها هست گروه خانم است و گروه مردها که گروه ماسترها خوب اقدار یک ذره از زمو کیفیت و ارزش یک زره پایین تر است نسبت به گروپ مردها و خاطر اینکه در گروه مردها هر کسی در گروه بله رئیس خان سنزی در گروه مردها بود که بله هر که هر کسی, در در که, هر کسی که در این در همین گروه مردها مقام حوال میگیره بیشتر صحبت که شد در همو گروپ پروفشنال های جهانی شامل میشه که در اونجا بعدا با پروفشنال های جهان مسابقه میکنن چون چه در آقای درابی در همه مصاحبات خود همیشه مقام دوم هم جهانی مقام دوم جهانی که میگن این توضیحات نداد برای هیچ تلویزیون و برای هیچ رسانه‌ای که اینا گفته باشن که از گروه ماسترها آورده ماله. از گروه ماسرها در گروه ماسرها فقط درست است که سالی محمد یک دستورداری برای کشور آورده، اما در هی مسابقه در مسابقات ماسرها زیاد و کسایی که حساب قوی باشند. و... و چهره شهرهای دیگر شناسایی نشده تا حال در فدراسیون. خب ما با خاطر از همی مساله ما داد میزنم که مثلا آقای دارابی در حوالی که به صفت در رسی فدراسیون ها آمدن اینا همیشه داد میزن که ما چهره های پتو و پنهان هم از گوشه و کنار پیدا میکنم اول نفهمیدیم که چهره های پت پنهان چی است یا در کدام چا هستن یا در کدام جنگل است یا چی از بعدن که ما فکر کردیم دیدیم که استعداد های جدید هم میخواه کدام استعداد جدید تابال در, در روی کار آمده شما دیدین شما تابال یک کس دیدین روز بروز که ما بید فدراسیون در پرگاهی سقوط است به خاطر است ما امروز بدیلی بر نداریم ما یک یک بازیکن دیگه روز روز سن او زیاد شده و کولت سن دیگه نمیتونه که همو انرژی سابقه رای باشه. راه حل از نظرتون آقای رویال باید که آقای دورابی باید کار بکنه که مثلا مشوره داشته باشه. بر علاوه مشوره به نظر من اگر اینا بخواین که برای یک سال مسابقات تیم ملی را مسابقات جانی و آسیایی را با ایمیل با فرستادن ایمیل هم با آسیان با جانی متوقف بکنن و اگر بتوانن که همی بودجی که در راست برای فدراسیون تخصیص داده شده همی بودیجه را صرف مصارف کسایی بکنن که سه چهار بازیکن جدید جوان را نه اینا جوان را پیدا بکنه تا اینا را تحت ترین قرار بده چرا که پول ضرورت است به یا به یکی از اکادمی را معرفی بکنه کار شوه که امی غیر ازی دیگه فدراسیون دیگه فکر نکنم که دست داشته یک دکره دکره وقت داریم و این باید ساعتها باید طول بکشه که آدم بحث کنه و مشکلات و چالش ها و رای حل ها را کلش توضیح کنه اما 20 دقیقه وقت کم است یک دقیقه صحبت کنیم که شما به مشاور ضرورت دارین و باید مشوره بگیرین در فدراسیون سنوکر در ریاست و بدون شک هر کسی که باید در یک جایی باشه نو باشه تجربه نداشته باشه یا داشته باشه یا, داشت یا نداشته باشه جوان باشه باید از تجارب دیگرها استفاده کنه شما به مشاور ضرورت دارین دقیقا عزیز همیشه هر کسی که بر ما مشوره میده ما با فال نیک میگیریم و از او استقبال میکنیم همچنان از غری صاحب ما واقعا امروز از غری صاحب چندین دفعه مشوره داشتیم بر ارتباط ریاست و نمیفهمم که حالا چطور به این عصبانیت این الفاظ بیان کردن خب خیر مشکل نیست اما یک موضوع است وقتی که یک ریاستی که ترقی میکنه سمیم عزیز طبعا دو و داو وجود می دوشه دست های است که کار میکنه به زور به از که بخاین به خاطر منافع شخصی خود اما ما حق کلام الهی است هیچ وقت تسلیم نمیشیم و هیچ وقت در مقابله ناحق زانو نمیزنیم زنیم ان سپاس الله حق بس فرمان سپاس فرمون بخیر باشن. تشکر آقای از غری از حضور شما در برنامه زنده باشین شما شکر. بخفه.